تبعید زندانیان سیاسی به حبس انفرادی، غیرقانونی خواندن اظهارات رئیس کل بانک مرکزی، انتقاد از قانون‌گریزی دولت، شانه‌زنی برای اجرای قانون، نگرانی از رأی دادگاه شیوا نظرآهاری، آزادی بهمن خدادادی با وثیقه، آزادی دو تن از فعالان مدنی آذربایجان، تایید حکم 3 سال حبس تعزیری عضو شاخه جوانان نهضت آزادی در دادگاه تجدید نظر، آخرین جلسه دادگاه فعالان آذری در مغان. پنج زندانی سیاسی اوین به 6 ماه انفرادی تهدید شدند. گوهیار گودرزی، بهمن احمدی عمویی، کیوان صمیمی، غلام حسین عرشی و علی ملیحی، 5 نفر از زندانیان اعتصاب کننده اوین، چهارشنبه گذشته از سلولهای بند 240 به دادسرای اوین منتقل و در آنجا به 6 ماه حبس در انفرادی تهدید شدند. به گزارش کلمه، در حالی که حداکثر زمان حبس انفرادی در بندهای تحت پوشش سازمان زندانها 20 روز است، صداقت رئیس زندان اوین این 5 نفر را به 6 ماه حبس تهدید کرده است. آنان همچنین تهدید شدند که در 6 ماه آینده از هر گونه تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌هایشان محروم خواهند بود. بهمن احمدی عمویی، کوهیار گودرزی، علی ملیحی و کیوان صمیمی روزنامه نگارند و غلام حسین عرشی از معترضان به نتیجه انتخابات است. عرشی در تظاهرات عاشورای تهران بازداشت شد و در روز بازجویی به شدت شکنجه شد، تا جایی که هنوز آثار شکنجه بر بدنش مشهود است. 17 تن از زندانیان اوین در اعتراض به شرایط نامناسب بند 350، رفتار غیرقانونی ماموران و انتقال به سلول انفرادی 2 هفته در اعتصاب قضا بودند. کیوان صمیمی همچنان در اعتصاب قضا به سر می برد و اکنون فقط به هنگام افطار و سحر آب و چای می نوشد. مصباحی مقدم گفت اظهارات رئیس کل بانک مرکزی غیرقانونی است. غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که نپرداختن اعتبار 2 میلیارد دلاری مترو که در مجلس تصویب شده غیرقانونی است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اخیراً گفته بود 2 میلیارد دلار اعتبار مصوب مجلس برای مترو را تا زمانی که شخص احمدی نژاد این قانون را ابلاغ نکند تخصیص نخواهد داد. به گزارش ایلنا، مصباحی مقدم گفته که منابع حساب ذخیره ارزی در اختیار رئیس جمهور نیست، بلکه به صورت امانت در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی موظف است اعتبار مشخص شده را در اختیار دستگاه‌های زیربط قرار دهد. او درباره نبود اعتبارات کافی برای پرداخت به مترو تهران گفت ما خبر داریم که اعتبار مورد نظر برای مترو موجود است و بلکه بیشتر از آن هم در این حساب هست. مصباحی مقدم درباره چگونگی حل این اختلاف بین مجلس و دولت گفت اگر دولت و بانک مرکزی همچنان بر موضع خیش اصرار کنند، موضوع به صورت سؤال از رئیس جمهور یا فراخواندن وزیر اقتصاد به مجلس پیگیری می شود. او راه دیگر را صدور رأی در دادگاه مبنی بر الزام بانک مرکزی به پرداخت این اعتبار دانست. عباس پور گفت با دولتی طرفیم که به هیچ چیز رضایت نمی دهد. علی عباس پور نماینده تهران و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به رفتار دولت با مجلس گفت متاسفانه گویا با دولتی طرف هستیم که به هیچ چیز رضایت نمی دهد. او حرکات ماه‌های اخیر دولت در برابر قانون را در 3 سال گذشته بی سابقه خوانده و گفته است که مجلس در برابر این رفتار دولت از ابزارهای قانونی خود استفاده می کند. به گزارش مهر، علی عباس پور درباره این سخن احمدی نژاد که یک قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانون نمی‌داند گفت رئیس قوه مجریه در جایگاهی نیست که درباره قانونی که مراحل خود را گذرانده بگوید اجرا نمی‌کند. او گفته است مگر رئیس جمهور می‌تواند بگوید مجمع تشخیص مصلحت نظام را قبول ندارد.
عباس پور که عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس است، درباره اظهارات احمدی نژاد درباره مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رئیس جمهور نباید در یک مرحله به مجلس حمله کند، نمایندگان آن را واجد شرایط لازم برای کار کارشناسی نداند و در مرحله ای هم بی توجهی خود را به جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان دهد. او گفته که دولت برای بهره برداری سیاسی به قوه قضاییه هم که پاسدار عدالت در اجتماع است حمله کرده است. این سخن عباس پور اشاره به سخنان احمدی نژاد در روز خبرنگار است که با واکنش شدید صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم مواجه شد. او در ادامه این سخنان را موجب تضعیف مجلس و نظام خوانده و گفته در وضع فعلی تضعیف ارکان نظام عادت دولت به خصوص رئیس جمهور شده است. عباس پور همچنین گفته که احمدی نژاد در جایگاهی نیست که خوب و بد قانون را تشخیص دهد. او به قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز اشاره کرده و گفته در زمان تصویب این قانون نمایندگان دولت هم حضور داشتند و مصوبه مجلس را تایید کردند، اما رئیس جمهور مخالفت کرد و در نهایت با اصلاحاتی که در قانون صورت گرفت همان نظر دولت تامین شد. عباس پور گفت اینکه هر چرا دولت اراده می‌کند مصوب شود با نظامی که بر اساس دموکراسی و پارلمانی شکل گرفته است مطابقت ندارد. انبری گفت اکنون مجلس باید با دولت چانه‌زنی کند تا قانون اجرا شود. داریوش قنبری نماینده ایلام در مجلس گفته است اصولگرایان به بهانه‌های مختلف نتوانستند از ابزارهای نظارتی به خوبی استفاده کنند که این امر باعث گسترش دامنی قانون‌گریزی شده است که در نتیجه باید با دولت چانه‌زنی کرد تا قانون را اجرا کند. به گزارش اینا، قنبری از عملکرد فراکسیون خط امام مجلس دفاع کرده و گفته است این فراکسیون بیشترین استفاده را از ابزارهای نظارتی داشته است و اگر از این شیوه در فراکسیون اصولگرایان استفاده می شد، شأن مجلس فراتر از امروز بود. وکیل شیوان ازرهاری درباره رأی دادگاه نگران است. محمد شریف، وکیل شیوان ازرهاری، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، گفته است که به شدت نگران رأی احتمالی دادگاه درباره اوست. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، محمد شریف گفته که پرونده شیوان ازرهاری در همان شعبه ای است که پرونده بدر سادات مفیدی در جریان بوده و چون رأی صادره درباره پرونده خانم مفیدی غیرقانونی و اتهام اول ازرهاری محاربه است، من به شدت درباره رأی احتمالی دادگاه نگرانم. به گفته شریف، یکی از دلایل نگرانی وی این است که رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی شخص معینی است، اما در زمان رسیدگی به پرونده خانم مفیدی دادرس دیگری حضور داشته است. بدر سادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، به تازگی در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت مطبوعاتی محکوم شد. وی همچنین در خصوص اتهامات موکلش شیوان ازرهاری گفت به ایشان 3 اتهام تفهیم شده است. یکی محاربه است، موضوع ماده 186. دیگری اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم است، موضوع ماده 610. و در نهایت تبلیغ علیه نظام است، موضوع ماده 500. شیوان ازرهاری فعال حقوق بشر و سردبیر وبسایت کمیته گزارشگران حقوق بشر است که بار اول در تاریخ 24 خرداد ماه سال 88 در محل کارش بازداشت شد. او پس از سپری کردن 102 روز بازداشت در اول مهر ماه با تودیع وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. او 33 روز از این مدت را در سلول انفرادی سپری کرده بود. نظرهاری بار دوم در 29 آذر ماه 89 بازداشت شد. او از آن زمان تا کنون بدون داشتن مرخصی و بدون توضیح مسئولان در خصوص دلیل بازداشتش در زندان به سر می‌برد. گفته می‌شود که دومین جلسه دادگاه وی 13 شهریور ماه برگزار خواهد شد.